حکومت مرکزی و حکومت ولایت بلخ. بازرگانان مواد نفتی اینجا در اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ از بحر نگرانی توقف تانکرهای تل در امتداد بزرگراه شهرک حیرتان گرد هم آمدند. می گویند از یک هفته به این سو ده ها نفتکش به دلیل اخاذی های غیر قانونی، کمکاری گمرکات و گمرکات سیار خلاف قانون در شهرک بندری حیرتان توقف داده شده است. مسئولین خبر است که یک هفته می شود یک تانکر را توقف داده شده. اگر مثل که اسلام قلعه میل 78 خدا نخواسته یک حریق بیاید، امید دولت است این رسانه ها شما خبر شوین که از گوش مسئولین برسانین. سبا روز دیگه اینمی مسئولیت خود دولت دارن، به خاطر از این که ما نمیخوایم که ما از پرار از مالیه بکنم، پرار از گمرکات مسئولی بکنم. این وارد کنندگان مواد نفتی و گازی مایع در حالی که بر رفع این چالش تاکید دارند، از احتمال وقوع آتش سوزی ابراز نگرانی می کنند. آنان هشدار می دهند که اگر به این وضعیت رسیدگی نشود، رویدادهای مشابه آتش سوزی تانکرهای کابل و بندر اسلام قلعه هرات در این بندر نیز صورت خواهد گرفت. بنابراین از تمامی مسئولین ادارات دولتی و ارگانهای محلی خواهش مندیم تا جلو و همچون خودسری های گمرک سیار را گرفته در غیر آن در هر نقطه تراکم موتورهای مواد نفتی و گاز مایع برای تاجران فاجعه خلق خواهد نمود. اعتصاب میکنیم، اعتصاب تنگ خبر میتم وقت برش بیدیم که بیادر دینی ساعت دهی روز تنگ بند تجار تاجر و تیل و گاز میگیم که بیادر تجارت بند، موتر از ده کابل است، ده مزار است، ده قنه است، ده حیرتان است، بند. از سوی هم آرش یونسی رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ نیز از پیامدهای منفی آن به حکومت هشدار می دهد. بیشتر از 20 تانکر توقف داد، اگر ما هشدار می دهیم از اینجا از زمین تریبون اتاق تجارت بلخ با مسئولینی که ایره توقف دادن یا گمرک سیار است یا هر مسئولیت مسئول دولتی که است، که خدای نخواست هر حادثه که رخ بده مسئولیتش به دوش از واستن و ما از یخن از وا دست ما به یخن از واسن. این گرد همایی اعتراضی در حالی برگزار شده است که آتش سوزی سنگین تانکرهای نفت در بندر اسلام قلعه هرات خسارات هنگفت را به بازرگانان وارد کرده است. دو روز قبل تانکرهای مواد نفتی در کابل نیز آتش گرفت که در نتیجه آن بیش از 10 نفر جان باخته و خسارات مالی را به بازرگانان وارد کرده است.